با درود به ملت عزیز ایران با درود به تمام شمالیا ها. شمالیا ها گیلان مازندران هر جای ایران که هستین شمالی های عزیز روزهای سختی در همه در تب و تابن همه به خاطر دریای خزر ناراحتن ولی تا مجلس به قول رفیق ما تا مجلس تا همه تایید نکنن هنوز چیزی معلوم نیست درست اینا میرن میشینن و فکرشون هم کار نمیکنه ولی به امید خداوند همه چی پیروزی از آن شما ملت ایرانه این ایمان داریم ما بیزار دعا برنامه رو با دعای آغاز بکنیم تا خداوند ما رو هدایت بکن خداوند از شو و سپاس گذارم برای این لحظه قدوس ای خداوندم از تو میطلبم در نام پرجلال عیسی مسیح خداوند من هدایت و ایمایت بکن خداوند برنامه منو تحت پوشش نام قدوس مسیح زنده هدایت بکنی خداوند به خداوند هر چی از زبانم بیرون میاد نام تو رو جلال بده افکار ما در دستای خودت بگیری قدوس تا بتونم ای خداوند کلام تو به حق به دل مردم به فکر مردم برسانم ای خداوند شکر میکنم در نام عیسی مسیح آمین خب عزیزان چطوریم بابا همه چی خوبه خب شمالین عزیز خیلی مدت دی شماله هم صحبت ندیم ولی حال بده شمالی صحبت بکنیم امیدوارم که همه خود چیز خوب بون امیدوارم که تابستان خوبی دنین بالاخره همه چیز برا درست همه چی برا نیه دولار یازده تونه زندگی سخت تحریمون هم بمه، از این بتر بنه ولی ملت خواهش کنم که از بی تفاوتی بایم بیرون الان دیگه باشیم با اجازه شمالین باشیم فارسی صحبت کنیم اول تشکر کنم از همه کارگردان کارگردان عزیز ما که آقای یاسر جان باشه این زحمت میکشه ما رو, رو ایر میاره واقعا ازش ممنونم دو ما از شما تشکر میکنم که برنامه منو گوش میدین به در فیسبوک هم منویسیم برای من ممنونم از شما از تمام تشویقات ممنونم واقعا ممنونم این روزا تو ایران وضع خیلی خرابه یعنی حقیقتا آن چیزی که می‌بینین حالا یک ماه دیگه دو ماه دیگه بدتر از این میشه ولی چقدر خوب ما آرامش خودمون از دست ندیم ما ملت باید هوشیار باشیم ما ملت باید آرامش داشته باشیم تا بتونیم میدونم در اقتصاد خراب در خانواده ای که نون نداره در خانواده که کار نداره در خانواده ای که پولشو با زحمت جمع کرده همه رو دزدیدن میدونم سخته ولی هرچی ما آشفته باشیم دشمن راحتتر میتونه به ما حمله بکنه چون افکار ما انطوری که میخواد کار بکنه کار نمیکنه ولی هر چی در آرامش باشیم فکر ما بهتر کار میکنه بهتر میتونیم زندگی ما رو پیش ببریم بهتر میتونیم اوضاع رو تحت نظر بگیریم اگه اینجوری باشه ببین اینا میخوان از آشفت بازار که الان را افتاده استفاده بکنن اینی که رودخونه رو وقتی گلالود میکنن ازش مایی میگیرن چون مایه دیگه تو اون گلالودی وقتی گله خوم نمیبینه به خاطر همون تور میندازن میگیرن این دولت مردان هم همینن میخوان از این آشفت بازار فکراتونو به این ور اون ور ببرن نمیخوام فکرتون متمرکز دولت باشه فکرتون متمرکز مملکتتون باشه میخوان همیشه از فکراتون آشفته بکنن تا بتونن از این آشفت بازار بدزدن و بکشن و ببرن و همه چیزی که دارن این کارها رو میکنن رئیس جمهوری که میاد وعده های علکی میده از اون اول هم گفتیم آقا بد و بدتر اینا همه حرفه من نمیدونم ما بین بد و بدتر همه شون یک کار باسن هیچ فرقی نمیکنه از ریشه خرابن اینا دولتی که دینی باشه حکمش و با دین خودش درست بکنه از قانون وقتی قانون تا اونجایی که با قانون راه میره وقتی گیر میکنه میگه اینجا وضع شریعت شری مثلا از خدا نیست که این کارو انجام بدیم در جا میزنه به خدا در صورتی که خدا همچی چیزی نمیخواد کدوم خدا رو اینا میپرستن معلوم نیست اینا بودپرستانی هستن که برای خودشون خامنه ای تازگی ها مثلا اومد توی همه چیزی که تو همه فیسبوک ها دیدین تو فیسبوک و تو تویتر رو همه جا دیدین به ارتش و سپا و اینا همه میگه که مردمی که اعتراض میکنن غلط میکنن اعتراض میکنن بزنین اینا رو از بین ببرین این آدم فقط برای قدرت خودش فکر میکنه که مادام العمر زنده است فکر میکنه که دیگه این زندگیش مثلا دویست سال طول میکشه سی ست سال آقا بردیم مثلا دویست سال طول بکشه بعد از دویست سال مرگ تو میذاری میری دیگه بالاخره میمیری دیگه ولی این ارزش داره که یک نام آشخال و در اون دنیا هم تو جهنم بیفتی چی میخوای بکنی این پولا رو تو خودت الان مثلا اونجا هستی با این همه نمیدونم آمپولای گران قیمت و با آمپول زندگی با نمیدونم سرطان پروستات داری ولی آمپولای از همه جا میارن ولی الان تحریم دارو نیست تا مردم میرن اونجا میگی دارو پیدا نمیشه دیگه تحریم دارو نداریم ما ولی شما از هر سراخی از هر رای رای دزدی پیدا میکنین یعنی خفم نمیشین با این ببخشید من یه حرف زدم این همه دوز دیدین من نمیدونم کجا میره دو کشور ما طوری شده که میگن آقا هر که زرنگ باشه زندگی میکنه زرنگی ما چیه که از سر و پای کول ده نفر بدیم بالا ده نفر نابود بکنیم که بتونیم زرنگی بکنیم این دنیا اینجوری تعلیم میده به ما که آقا تو بزن بکش پاش ببر بزن داغون کن بگو که من وجود دارم همیشه خشم بودن و خشم و بدبختی و غلدوری رو با ما یاد میده در صورتی که ما با آرامش احتیاج داریم عزیزان زمان زمانی که از دست داره میره اگه آرامش ما رو حفظ نکنیم دریای خزر که چی تمام کشور ما رو پاره میکنن اینا تا موقعی که اینا هستن هیچ کس یک آب و خوردن از گلوش پایین نمیره 1400 سال که این آدمات مردم دارن از بین میبرن موقعی نیست که هم وطن من بی تفاوت باشه موقعی نیست که آرامش تو از بین ببری زور بزنی داد و فریاد بکنی نه الان باید فکرتون کار بندازین الان مثلا ملت اگه گیلان و مازندران باید الان اعتراض بکنن آقا تو اگه میری سر این دریا باید هم از ملت رای بگیری هم از مجلس حالا مجلس که مال خودتونه اینجا دیگه وقتی خاک ایران داره میره دیگه مسئله این نیست که من طرفدار جمهوری اسلامی هستم یا تو مخالف جمهوری اسلامی هستی اینجا خاک وطن تو داره از بین میره همه باید همدست باشیم دیگه اینجا هیچ فرقی نداره برای من چی مخالف چی موافق اینجا خونه تو دارن از میگیرن کاری نه اینجوری اگه باشیم اعتراض نکنیم مثل این تظاهرات سراسری شنبه گذاشتن تو ایران که مردم همه اعتراض بکنن سر همین دریای خزر کار بهترین کاریه که داریم میکنین مثلا زنا گذاشتن پنج شنبه که امروز باشه من نمیدونم تظاهرات کردن یا نه سراسر ایران تظاهرات بکنن بر علیه تحریم و بدبختی و بیچارگی زندگیشون بر علیه دولت یا شنبه تظاهرات دارن بر علیه که آقا نشستی اونجا تو نماینده ما نیستی بری اونجا دریای خزر برای خودت ببخشی چون اونجا منابعی داره که پنج تا کشورن اوکی پنج تا کشورن هر پنج تا کشور این یه مغازر میمونه که من مغازر باز کردم پای نفر شریکیم همه میخوایم از این شراکت سم داشته باشیم نه یه نفر ده, ده دلار داشته باشه یه نفر سی دلار داشته باشه یه نفر صد دلار داشته باشه نه خیل. همه رو ده دلار ده دلار باید باشیم هر چیزی که درآمد داره اینجا ولی اولین چیزی اینه که خودمون هوشیار باشیم اولین چیزی اینه که خودمون فکرمون باز باشه اینقدر خشم و کینه هم وطن من خشم و کینه ما رو به جایی نمیرسونه به جز که دیگه فکر ما هم کار نمیکنه شما دیدین در یه دعوای دو نفره وقتی یه نفر میاد یه حرفی میزنه وقتی تو خشم میگیری با خشم میری تو اون دعوا بکنی یا بزنی فکر دیگه کار نمیکنه اینجا ولی اگه خونسرد باشی با فکر کار بکنی میتونی اون رو یا به صلح بیانجامه یا به نفع تو باشه ولی یه دفعه جوش بیاری یعنی فکرتم دیگه کار نمیکنه الان همه جا دارن میگن آقا دریای خزر دریای خزر همه دیگه شنیدین از تمام رسانه ها دارن صحبت میکنن منم کارشناس نیستم که بتونم برای شما بگم آقا چی چیه ولی من فقط اینو میتونم بگم که یه جایی یه بیزنسی هست که پنج نفر آدم شریکن سم باید شریک باشه اینی نیست که من یه رستوران داشته باشم اینجا کار از من باشه یه, با یه نفر با من شریک باشه پول اون ببره کار من بکنم نه قراره که کار با هم تقسیم بشه پول با هم تقسیم بشه همه چی برابر این میشه یک دونه تفاوق خوب پنج تا کشورن تو این آبرا میرن میان مایگیری میکنن هر جا دیرشون بخواد مایگیری میکنن چون مال هم است دوام ندارم با هم چون میخوان نون بخورن دیگه آقا علا مثلا اینجا اینجوریه آقا تو در ده مایل اونورتر ایران تو مایگیری بگون آقا تو در پنج مایل اونورتر مایگیری بگون تو یکی پونزده مایل بگون تو یکی سه مایل بگون اینجوری میشه مایگیری رو درست کرد ولی زیر اون دریا کلی نفته کلی گازه اون دیگه برابرداری پنج نفر با همن از چهار تا ماهی میشه گذشت وقتی تعهدم میدم با هم آقای آذربایجان شما نمیتونین مثلا ارتش مثلا مثلا آمریکا رو بیارین اونجا یا ارتش کشورهای اروپایی رو بیارین نخه اینی میتونین تفاوق بکنین که هرکه فقط خودش بره بیاد ولی اونم میتونن کلک بزنن یه کشتی اروپایی میره با پرچم آذربایجان پرچم کاری نداره که عوض کردن پرچم کاری نداره که من میتونم ازم با در ایران با کشتی امریکایی برم اونجا ولی پرچم ایران بزنم چی فرقی میکنه از این پرچم دیگه آقا مال منه پرچم ایرانه اینجور کلکاری میتونم با هم بزنن اینا همه یه عرفای توخالیه آقا ما گفتیم اونجا نشستیم نمیدونم فقط کشتی های ما بره بیاد روسیه اونجا یه دونه از دریای آزاد رود و است هست اگه بیاد توی خزر باعثی روسیه اول اجازه بده که کشتی مثلا بزرگ بیاد یا یه, یه چیزی ها. کشتی غریبه از اون بر بیاد اون گلدور اول اونجا هست روسیه ببین من شمالی هستم از این روسیه خیلی خوردم تو ادنامه ترکمنچای تو ادنامه گلستان یه ادنامه دیگر میخواد برای تو ببنده روسیه همیشه هر وقت به ایران چسبید پدری از ایران در آورد که عشق همه ایرانی ها رو در آورده چون روسیه آدم میدونی چیه یه مافیای غلدوره بی که میاد فقط با قلدوری که من عینی مثلا یه نفر از آقا پنج تا گردن کلوب میاد میگه آقا من هوادار تو هستم تو هر غلطی بیل اسم میخوای بکنی بکن من هستم اینجا پشته هیچکس نمیتونه هیچ کاری بکنه روسیه این همینه روسیه یک دلار به ما نف نمیرسونه یک دلار هیچ نفی برای ما نداره شما نگاه بکنید ژاپن آمریکا بمب شیمیایی زد اونجا رو ولی ژاپن باز اومد با آمریکا وز شد تا بتونه ژاپن بشه نه اومد باش دعوا بگیره نه اومد خش بگیره باش غر بکنه نه بهش چسبید از تکنولوژیش استفاده کرد از کمکاش استفاده کرد تا ژاپن بشه کره جنوبی هم همچنین ما با این مرگ گفتنا ها، مرگ گفتنا ها، تا حالا بجز بدبختی و بیچارگی نصیب ما شد هر روز میگیم مرگ بر این مرگ بر اون آقا تو این امریکا من ایرانی زندگی میکنم ایرانی آمریکایی هستم چینی زندگی میکنه چینی آمریکایی هست کره زندگی میکنه همه این ملت ها اینجا دو ملتی هستن وقتی شما میگی مرگ بر آمریکا یعنی میگی مرگ بر بر من ایرانی بر من چینی بر من کره بر من ویتنامی بر من نمیدونم هر کدوم شما مرگ به همه داریم میگین چون این پرچم من دوگانه هستم اینجا من که ایرانی آمریکایی هستم پرچم امریکا هم کشور منه ایرانم کشور منه من اینجا دارم زندگی میکنم دارم کار میکنم دارم مالیات میدم اینجا هم کشور منه همچنین یک اروپایی یک آسیایی دیگر تو وقتی میگی مرگ یعنی به همه داریم میگی مرگ چرا میخواین اینقدر دشمن برای خودتون بگیرین چرا هستین اونجا همیشه میخواین فقط دزدی بکنین داخلی رو بزنین بکشین و یک کس آیه نفر باشه بالای اون همه چی هم گفته ای او باشه و بی آدم روی زمین باشه ببین خمینی با یه نوار کاست خمینی که سواد نداشت نمیتونست حرف بزنه با یه کاست رهبریت کرد حالاست که اپوزیسیون ما بایسی دست به دست هم بدن حالا آقا نمیخواد شما اینجا قانون بنویسین وقتی ایران الان یه رهبریت داشته باشه رهبر میگه آقا تو چیکار بکن با این یه تلفن رو میزنی لایف داری صحبت میکنی یه دگمه رو میزنی این همه تلویزیون تلفن این همه تکنولوژی هست بیاین رهبریت بکنی مردم اینکه که اینقدر پا شدن بیزار پشت سر شما پاشم بیان این رژیم بندازن حالا نشاستین اونجا مثلا قانون دارین میگه آقا این قانون خوبه تو رای بده ببینم این قانون خوب آقا بعد از که پیروز شدین شما اونجا وقت دارین مجلس دارین سناتور دارین مجلس شورای ملی دارین اونجا میشینین قانون تصویب میکنین حالا میخواین اینجا حالا قانون درست بکنین نمیدونم یک سال دو سال پنج سال حالا اینجا مردم اینجوری سرگرم بکنین الان احتیاج به رهبری داره بچه جوون ایرانی توی فیسبوک گیری میکنی میگه شاهزاده اگه با ما هستی الان رهبری بکن ما رو الان رهبری میخوان شاهزاده باشه حالا هر کدومشون باشین

ملت ایران امیدوارم که هر جا هستیم خوش باشین امیدوارم که دست خداوند با شما باشه و هست ایمان دارم که دست خداوند امسال با شماست ایمان دارم که ببین ما اینقدر به بتا چسبیدیم یا باور بکن بوتا هیچ کاری برای ما نمیکنن من نمیدونم حرزت عباس نمیدونم اونه اینا هیچ کاری نمیکنن هر وقتم مثلا میخواین یه چیزی رو دروغ بگم بفروشن حرزت عباسی میگن این همیشه دروغ و ریا توشه ولی ما اگه خدای زنده رو بشناسیم با این خدایی که تمام ببین یک لحظه فقط فکر بکن توی این کهکشان به این بزرگی میگن یک خورشیدی است خیلی دور ناسا میگه میگی این خورشیدی که ما داریم یک میلیارد برابر نورش بیشتر از این خورشیده ببین کجا این کهکشان هستون این کهکشان اینقدر بزرگ خدای به این عظمتی رو شما ول میکنین میان یه مردر میچسبین که توی خاک یه دونه منبر هم درست کردن اون چوب میچسبین میگیم به من حاجت بده نمیخوایم با این خدایی که در ایسای مسیح اومد با شما در دوستی بذاره برای گناهان شما روی صلیب رفت خودش اینقدر کوچیک کرد اومد که با شما بفهمونه که من شما رو دوست دارم من عاشق تک تکی شما هستم شما رو آفریدم <تصفح> نمیخوام با این خدا رفاقتی بکنین نمیخواین این خدا رو پدر خودتون بدونین از این خدا کمک بخواین که همه کار براتون انجام بده من ایمان دارم که زمان زمانهای آخره میدونین چرا؟ برای اینکه همه چی نشون میده امروز میخوام براتون از دوم تیموتاوس از فصل سه از آیه اول براتون بخونم میگه که وز مردم در زمانهای آخر میگه این را نیز باید بدانی که در زمانهای آخر مسیحی بودن بسیار دشوار خواهد بود حالا میبینیم در ایران مسیحا رو چیکار میکنن اونایی که مسیحی هستن با اونها چیکار میکنن حتی خانواده ها اونها رو رد میکنن چون اونا شناختن که خدای زنده بس میگن مسیحی ها رو میگیرن میکشن زندان میکنن میگی در زمانهای آخر مسیح بودن دشواره که این کار هم دارن میکنن ببخشید <تصفح> میگی زیرا مردم خودپرست پرست پول دوست مغرور متکبر خواهند بود که همه شما داریم میبینین تو ایران در تمام دنیا داریم میبینین که مردم پول پرستن مغرورن متکبرن خود پرستن، فقط خودشونو میخوان و خدا را مسخره کرده که الان میبینین همه دارن خدا را مسخره میکنن خدا کیه خدا کجا هست چی میگین آقا بابا تو این اصل تکنولوژی تو این اصل نمیدونم همه سوادشون به آسمان رفته سینگس سواد دارن دانشمند شدن شما میگین خدا او کسی که نمیبینین فقط یک لحظه برو کهکشان نگاه بکن یه لحظه فکر بکن فقط بین چی نظمی داره این کهکشان خدا رو مسخره کرده نسبت به والدین ناموتی و ناسپاس خواهند شد شما میبینید تو ایران فرزندان دیگه الان به پدر مادرهاشون اصلا محل نمیذارن فوش میدن سرشون کولا کلا میذارن نقشی میکشن پدر خودشو بکشن با رفیقاشون نقشی میکشن پدر بکشن که پول بردارن اینه داره داره کتاب انجیل داره میگه در زمانهای آخر و دست به هر عمل زشتی خواهن زد همین یکی که الان بهتون گفتم فرزند همدست میشه که پدرشو بکشه که پولش ارثش بالا بکشه <coughs> مردم سنگدل و بیرم تومت زن ناپریزکار خشن متنفر از خوبی خواهند بود هر نوع خوبی شما میبینین به یه نفر خوبی میکنین بدی میبینین شما می این ملت جان خودشونو برای یک وجب خاکی که عراق اومده بود گرفته بود دادن این همه شهید دادن برای که یک وجب خاکشون عراقیان نگیرن حالا میشینن اونجا میخوان تقسیم بکنن یه چیزی رو این عقل شعورشون نمیرسه که تقسیم عادلانه بکنن که برای ملت خودشون باشه این ملتی که اینقدر جانشون رو دادن برای این آخوندهایی که بیخردترین آدم های روی زمینن مفخورترین آدم های روی زمینن و کسانی را که میخواهند زندگی پاکی داشته باشند به باد مسخره و تمسخر خواهند گرفت اونایی که میخوان با همه آنس باشن سر کسی رو کلا نذارن کمک بکنن مسخره میکنن میگن بابا زرنگ باش پسر وقتی اینجوری هستی سر تو کلا میذارن پولتو میخورن میگن همیشه یعنی تو هم مثل ما باش که بزن تو سر مردم زیر پای همدیگر خالی کن ما امروز ایرانی ها یاد گرفتیم زیر پای همدیگر خالی بکنیم ما امروز یاد گرفتیم یا نگرفتیم که تشویق بکنیم همدیگر رو که خوبی های همدیگر اگه من شاپور نوعی 20 درصد خوبی داشته باشم 80 درصد بدی یاد نگرفتیم که من شاپور نوعی رو بگین 20 درصد خوبی این خوبی این خوبی‌ها داری که من بتونم 20 درصد بکنم به 25 درصد بعدا تشویق بشم بکنم به 30 درصد فقط بدی ها رو میگیم به من میزنن تو سر من ما امروز یاد گرفتیم که فقط ها رو به هم دیگه بگیم. تو سر همدیگه بزنیم. همدیگر پایین بیاریم. در آن زمان خیانت در دوستی امری عادی به نظر خواهد آمد. می‌بینین که دوستا دوستی دیگه نمی کنن برای جیب همدیگره به هم خیانت می کنن با هم رفیق نون نمک می خورن. تو دهن همدیگه دارن میرن تا یه چیزی میشه غر میکنن میان تمام زرتی پرتو اون طرف میگن اونو به خاک یکسان میکنن آبروی حیثیتش میبرن ما ملت اینجوری شدیم الان چون بی بودیم این دولت بی هم میاد هر چی دلش میخواد با بر سر ما میاره خامنه یک آدم بیوشور اونجا هست هر کاری دلش میخواد با ملت ایران میکنه پول میدوزده برای خانوادش در تمام دنیا پول میریزه خودش کلی حساب داره آخوندهایی میسه که همین سرکار هستن همشون کلی پول دزدیدن. بله در آن زمان خیانت در دوستی امری عادی به نظر خواهد آمد انسان ها خود رای تند خو مغرور خواهند بود فقط منم 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 دارن غرورشون آسمون رفته دیگه با پول های دزدی شده غرور دارن تو سر اون بدبخت بیچاره میزنن که برای نون شبش محتاجه تو سر اون جوونی میزنن که دکترا گرفته بیکاره تو سر اون کاسی میزنن که با بدبختی و بیچارگی میخواد کاسیب بکنه تو سر اون دستفروشی میزنن که لیسانس داره فوق لیسانس داره میاد اونجا گوجه داره میفروشه اونم میان میزنن نابودش میکنن و ایش و اشتد را بیشتر از خدا دوست دارن خدای حقیقی رو ول میکنن خدای زنده رو ول میکنن خدایی که در جسم عیسی مسیح اومد با شما آشتی بکنه به شما بشناسونه که من خداوند شما من شبان شما من شما رو میتونم پیروز بکنم میان یه مرده رو پرستش میکنن تمام پول و جواهرات هم برای مرده میذارن خب خمینی رو نمیبینی بارگاش ببین بی نگاه بگوین چیکار کردن اونجا چقدر طلا گذاشتن رو بارگاش برای یه مرده به ظاهر افرادی مؤمن اما در باطن بی ایمان خواهند بود فریب این گونه اشخاص و خوش ظاهر را نخورید میبینین همه دم از ایمان میزنن ولی همه دزدانی گرگانی بیش از نیستن قیافشون میش درست میکنن ولی تو توشون گرگن برای نابودی اومدن صفحه اول میشینن نماز میخونن میگن ما مؤمنیم بگو شما اصلا خدا رو میشناسین شما اصلا کسی رو واقعا میشناسین یا برای پول دارین زندگی میکنین یا برای مقام دارین زندگی میکنین اینا مال زمانای آخره که کتاب مقدس داره میگه هر چیزی خوندم اگه یک دونش دروغه بگین دروغه هر چیزی داره برای شما تعلیم میده واقعیت ها رو داره به شما میگه کی نوشته شده دو هزار سال پیش خداوند به نبیهاش گفته بود اینا رو نوشت دو هزار سال پیش گفتن زمان آخر چی میشه این گونه افراد هستن که با هزاران نیرنگ به خانه های مردم را پیدا میکنند، با دوستی با هزار جور کلک به خونه های مردم را پیدا می کنن. با کلک و درونشون یه چیزی دیگه است با ظاهری فریبنده و با زنان کم که گذشته گناهالودی داشتند تر دوستی مینن دیدین الان با هم رفیق میشن میرن تو خونه محرم زن بچه چه مردم نیستن اون یکی به زن اون اون زن به مرد اون یکی یه چیز عادی شده براشون تو ایران اینا همه گناست اینا همه سنگینیه که بر درون ما روز به روز داره افسوده میشه وقتی همین این حرفا رو میزنی میخونی همه میگن بابا چی داره میگی این. من دارم نمیگم اینو اینو خدا داره میگه من دارم میخونم برای شما منو همسال من میاد فقط و تذکر میده به شما امروز باعثی تو فکر بکنی تو باید خودت بیشینی فکر بکنی آیا چند سال زندگی میکنی چند سال زنده میمونی چقدر میخوای سر مردم و کلا چقدر میخوای دزدی بکنی چقدر میخوای ظاهر سازی بکنی چقدر غرور در تو نوفته است نمیخوای از این غرور بیای بیرون چی میخوای بکنی آدمی که ده دقیقه دیگه نمیدونی زنده است یا نه هزارون اتفاق در, در این میری میفته آیا خوشت میاد بری یک بچه رو ببینی که غذا نداره بخوره از ظرف آشغال داره غذا ور میداره میخوره تو در ناز و نعمت بچه پول میریزی براشون میفریسی خارج دارن درس میخونن ولی اونو نمیبینی اگر م ببینی ککتم نمیگزه خیال رد میشی چون میدونی غرور بیش از حد در دورون تو لانه کرده عزیزم همه ای ماره میگم مستثنا نیستیم ما از خودم میگم امروز روز کمکه امروز روزیه که ما باید دست رو بگیریم. امروز روزیه که باعث به با هم کمک بکنیم. امروز روز نارو زدن به همدیگر نیست. اگه میخوایم آینده موفق خوبی داشته باشیم. باید دست تو دست هم بذاریم، باید به با همدیگه کمک بکنیم تا بتونیم حقیقتا از این آشفت بازار ایران بیایم بیرون. هر کسی یک ذره گذشت داشته باشه از خودش یه نفر اگه پول داره از خودش گذشت داشته باشه یه نفر اگر فکر داره از خودش گذشت داشته باشه با فکرش کار بکنه یه نفر با بازوش کار میکنه امروز روز همبستگیه دیگه چی میخواد بشه؟ میخواین تیک پاره بیشتر بشین؟ میخواین تمام ایران تون تیک پاره بشه؟ امروز روز بیرون آمدنه امروز روز همبستگیه بیاین تمام پنجا میلیون آدم بیاین تو خیابون بگیم ما این دولت و این حکومت نمیخوایم ده همین نه دعوا نه جنگی نه خرابی وقتی پنجا میلیون آدم کی باید بیاد شما رو سرکوب بکنه تو فکر نکن هم من امروز که پول داری میگی من بزم خوبه او یکی نداره ولش کن بابا من بیزار دارم زندگی میکنم داری بد فکر میکنی اشتباه داری فکر میکنی فردا نوبت تو هم هست فکر نکن که پول داری داری راز زندگی میکنی فردا به سراغ تو هم میان تک تک ایران یا اگه اینجوری کنار بیاین همه تونه همینجوری یه دونه یه دونه نابود میکنن یا باید همه فرار بکنن بیان بیرون مملکت بیزاری دست غارتگران میگه وقت تموم شد شما رو به خدای زنده میسپرم به دعا میکنم در نام عیسی مسیح هر چی که به خیر ملت ایران در نام عیسی مسیح بشود یعنی آن چیزی شود که مردم آزاد شن از دست این حکومت حکومت سرنگون شه هر چی ظلم و ستم از ایران بره به نام عیسی مسیح و مردم روی آرامش بگیرن دعا میکنم برای تمام ایران برای تمام اوستانا همه جا همه جا سرای من است تمام ایران سرای من است من گیلانی هستم ولی تمام ایران مال منه تو اگه کردستی شمالم مال توست همه ایران مال توست هر جایی که هستی بیایم با هم دست به دست هم بذاریم و از خداوند کمک بخوایم که تا بتونیم اینو سرنگون بکنیم این رژیم و آرامش برای خودمون و آیندگان داشته باشیم شما را به دست خدای زنده می سفرم. تا هفته دیگر بدرود تا درود تا درودی دیگر